به درستی که این تنها گفتمانی که این حکومت میفهمه. رابطه مردم ایران و به ویژه جوانهای ایران با حکومت آخوندی که بسیار روشنه، چیزی جز تنفر از تمامیت این حکومت نیست. این واقعیت باعث وحشت بین مقامات و مهرهای حکومتی شده. در بسیاری از گزارش‌ها، حرف‌ها و نکته‌ها این رو می‌شدید و هر روز به این واقعیت هم اعتراف می‌کنن خودش. برای مثال روز 24 تیر پاسدار سلامی که رئیس پاسدارها هستش، در سپاه پاسداران، سرکرده سپاه پاسداران هستش، به ابراز نگرانی از رویارویی جوان‌ها با حکومت پرداخته و یکی در علن این رو میگه و میگه دشمن میخواد نشاط انقلابی جوانان ما را بگیرد. این موضوعی که میخوایم در این بخش از برنامه بهش بپردازیم. همراه هستیم با یکی از جوانان اشرف نشان، بهروز مقصودی از نروژ. بهروز عزیز سلام میکنم بهت، خوش اومدی. با سلام خدمت شما و بینندگان عزیز تلویزیون سیمای آزادی، خیلی خوشحالم که در این برنامه شرکت بکنم. زنده باشی بهروز عزیز. اما همونطور که در مقدمه هم گفتم، میخواستم ببینم که نظرت در مورد این حرفای سلامی چیه؟ چرا چنین حرفایی میزنه و این حرفا رو به صورت علنی میگه؟ خب هر کسی که مفهوم این حرفا رو میفهمه، چرا اینا رو میگه؟ راستش اگه بخوام جواب این سوالتون رو بدم، میتونم بگم که دوباره پاسدار سلامی شرایط رو معکوس دیده و یک اشتباه استراتژیک جدید کردن. اینطور نیستش که واقعا اینا میگن. کافیه که ما پای حرف هموطنامون بشینیم یا نگاهی در فضای مجازی داشته باشیم یا حتی در پای تحلیل سیاسی کارشناسان بکنیم که بی‌طرف هستن. همه به واقعا تمامی بحران‌هایی که گریبانگیر رژیم هست، هم خود رژیم اعتراف کرده و هم مردم اونو روزمره میبینن. خب این چیزی نیستش که واقعا رژیم بتونه ازش فرار بکنه. همونطور که دیدین در قیام‌های چند سال آخر، مثل قیام سال 96 که حربه اصلاحات ریخت، سال 98 قیام بنزین و همین قیام آخر در سال 1401، رژیم با بحران‌های دست و پنجه نرم کرد که در واقع تار و پود این نظام رو از هم بافتن. و همینطور در ذهن مردم ایران رژیم آخوندی سقوط کرد. خب این واقعا یک مایلستونی بود که رژیم، مردم فقط منتظرن ضربه آخر رو به رژیم بزنن تا این رژیم اهریمنی رو به زباله‌دان تاریخ بفرستن. حالا سلامی اومده در مورد نشاط جوانان ایرانی صحبت میکنه که دشمن میخواد به اون ضربه بزنه. خب نشاط و شادی جوانان ایرانی از مقاومتشون و از جنگ و نبردشون با رژیم آخوندی میاد. همونطور که میدونین در قیام آخر بسیاری از این دستگیر شده ها به اعتراف خود رژیم از فرزندان و از نیروهای خود رژیم بودند که به صورت سازمان یافته با شرکت در تظاهرات، با بس شدن به مقاومت، تونستن قیام رو پیش ببرن و حتی لیدر قیام بودن. خب این یک ضربه خیلی بزرگیه، هم از نظر ایدئولوژیک و هم از نظر نظامی و عملیاتی به رژیم که حتی نیروهای خودش با ریزش زیاد مواجه شدن و از اون طرف بس شدن به دشمن رژیم و به مردم و مقاومت پیوستن. خب اگه به اعتراف خود رژیم نگاه کنیم، این یک جورایی این آخرین، یکی از آخرین ضربه هاست به پیکر واقعا نابود شده این نظام. ولی باز میبینیم که اینا هی سعی میکنن
تمام این فعالیت ها رو به دشمن خارجی نسبت بدن و بگن که دشمن کشورهای خارجی پشت این حرکات هستند. ولی خب رژیم خودش خوب میدونه که هیچ دشمنی به غیر از مردم و مقاومت سازمان یافتهشون نداره. شما دیدین که توی کهکشان برنامه ای که در پاریس امسال برگزار شد، 10,000 آکت از داخل ایران از کانونهای شورشی نشون داده شد. خب یعنی واقعا دوست و دشمن به داشتن یه همچین سازماندهی، به داشتن همچین نیرویی که بتونه همزمان فعالیت های مقاومت رو در داخل از کشور ادامه بده اعتراف کردم. خب این از همون چیزیه که سپاه پاسداران رو به لرزه در آورده، عملیات قانونهای شورشی در سراسر کشور که میبینین هر آنچه که رژیم دوست داره اون رو به خارجی ها وصل کنه، شما میبینین که شکست خورده. همچنین رژیم میخواد با درست کردن سلاح های مختلف، موشک های دور برد، خودش رو از سرنگونی فرار بده. ولی اینا نمیدونن که وقتی مردم ایران اراده کنه، وقتی مردم ایران بخواد، اونا رو سرنگون میکنه و هیچ کشور خارجی حق دخالت در کشور ما رو نداره. و این اراده مردم ایران هستش که مشخص کننده فردای پیروز ما هستش. همطور که خانم رجوی در سخنرانی خودشون در کهکشان امسال گفتن، رژیم میتونه هر چقدر میخواد میتونه موشک درست کنه، هر چقدر میخواد با خارجی ها به مماشات بشینه، از مقاومت شاید بیشتر خون بگیره این کارها، ولی سرنگونی محتومه. و در آخر میخواستم با صحبت های رهبر مقاومت آقای مسعود رجوی حرفم رو تموم کنم که میگفتن کس نخواهد پشت من جز ناخن. درود در کانون های شورشی، در خدمتتون هستم اگه سوالی. ممنونم بهروز عزیز، خیلی خیلی ممنونم به خاطر این گفتگو و شرکت در برنامه امشب. برای تو روزی موفقیت دارم، پیروز باشی مثل همیشه.